حمله جبهه مقاومت بالای طالبان در نورستان. روزنامه تهران تایمز: آمریکا به طالبان پیشنهاد نامسازی ایران را داده است. و جایگاه جبهه مقاومت در افغانستان. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. روزنامه تهران تایمز: آمریکا به طالبان پیشنهاد نامسازی ایران را داده است. روزنامه تهران تایمز در مطلب نگاشته است که آمریکا به گروه طالبان پیشنهاد داده که در مقابل نام کردن ایران، پولهای بلوک شده افغانستان را آزاد می کند. روزنامه تهران تایمز به نقل از منابع خود گفته است که نمایندگان آمریکا در دیدار ماهای جاری با هیئت طالبان در دوحه پیشنهاد داده است که در مقابل نام کردن ایران، پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد می کند. این روزنامه در مطلب نگاشته است ایالات متحده پیشنهاد را به مقامهای طالبان دادند که در مقابل بی‌ثبات کردن ایران، 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده افغانستان که در بانکهای آمریکایی نگهداری می شود را آزاد کند. اما این چیزی است که طالبان هنوز آن را نپذیرفتند. با این حال، منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه گفتند که تام وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در دیدارهای پیاپی خود با مسئولان طالبان همواره این درخواست را مطرح کرده است که افغانستان تحت اداره طالبان به نیروی ناامن کننده جمهوری اسلامی تبدیل شود. منابع نزدیک دیپلماتیک نزدیک به تیم مذاکره کننده طالبان در میان سالهای 2013 تا 2015 نیز اظهار کردند که این پیشنهاد در آن دوران نیز بارها از سوی آمریکایی ها مطرح شده بود. روزنامه تهران تایمز این مطلب را در حال نگاشته که به تازگی خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که طالبان در پی تهدید رئیس جمهور ایران در پیوند به حقابه هیرمن، هزاران نیرو، صدها بمبگذار انتحاری، صدها وسیله نقلیه نظامی و اسلحه های به جا مانده از نیروهای خارجی در افغانستان را به نزدیکی مرز ایران فرستادند. در این گزارش آمده است که با گذشت نزدیک به 2 سال از بازگشت گروه طالبان به کابل، وضعیت انسانی در افغانستان همچنان وخیم است و به نظر می رسد که انگیزه آمریکا برای استفاده از این وضعیت علیه رقیبش است. در 2 سال سلطه طالبان در افغانستان، این گروه با نیروهای مرزی ایران بارها درگیر شدند که در این درگیری ها تلفات نیز در پی داشته است. جبهه مقاومت به طالبان در نورستان تلفات وارد کرد. جبهه مقاومت در یک خبرنامه گفته است که در عملیات نیروهای این جبهه در ولایت نورستان در شرق افغانستان، چند تن از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه امروز پنجشنبه نسته اسد با انتشار اعلامیه گفته است که در حمله نیروهایش بالای پاسگاه طالبان در سایه گنبلوک بین شهرستانهای دعاب و نورگرام در ولایت نورستان، چندین تن از افراد کشته و زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی اما از آمار دقیق تلفات طالبان چیزی نگفته، اما گفته است که به طالبان تلفات وارد شده است. جایگاه مقاومت در افغانستان. گزارش از خبرگزاری صدای افغانستان: آنچه امروز تحت نام جبهه مقاومت در افغانستان یاد می شود، محصول تفکر و مبارزات آزاد مناقشه ملی و عدالت خواهانه مردان چون شهید برهانی دین ربانی و شهید احمدشاه مسعود است. در واقع مفهوم مقاومت در ادبیات سیاسی افغانستان زمان جا افتاد و به یک جریان و گفتمان بزرگ مبدل شد که 28 سال قبل جنبش طالبان در برابر حکومت شهید برهان الدین ربانی که رسمیت ملی و جهانی داشت، دست به بغاوت و خروج زدند و شورش و کودتای مسلحانه را انداختند و در همکاری با دستهای پیدا و پنهان داخلی، منطقه‌ای و جهانی، تصمیم بر براندازی دولت نوپای شهید استاد برهان الدین ربانی را گرفتند. در چنین وضعیتی که طالبان هنوز کابل را تحت تصرف خویش نیاورده بود و در پایگاه سنتیشان قندهار و ولایت همجوار آن قرار داشتند، شهید احمد شاه مسعود وزیر دفاع دولت شهید ربانی برای مذاکره با طالبان و جلوگیری از خونریزی در کشور به میدان شهر در 50 کیلومتری کابل سفر کرد و طالبان را دعوت به گفتگو و مذاکره و دریافت یک رای حل سیاسی نمود. اما طالبان از شهید احمد شاه مسعود درخواست بدون قید و شرط تسلیمی کابل و قدرت سیاسی را نمود. اینجا بود که مقاومت مسلحانه جهان زد و این مفهوم رسما وارد ادبیات و فضای سیاسی افغانستان شد و رئیس جمهور ربانی و وزیر دفاع شهید احمد شاه مسعود اعلان نمودند که در برابر بغاوتگری و خروج کردن طالبان علیه دولت اسلامی باید مقاومت و ایستادگی نمود.
محوری ترین اصول که مقاومت بر آن استوار است، عبارتند از عدالت خواهی و حق طلبی، مبارزه با انحصار و سلطه‌گرایی، دفاع از حقوق و مشروعیت سیاسی و انسانی زنان و مردان افغانستان، دفاع از استقلال و آزادی کشور، اسلام خواهی اعتدالی، نظام مبتنی بر انتخابات و ساختار سیاسی غیر متمرکز که نمایندگی جامعه چندین تبوری افغانستان بکند، یعنی مقاومت برای رسیدن و دستیابی به چنین خواسته های شکل و شاخ و برگرفت و حالا در اکثریت نقاط کشور در میان جوامع به شدت منعکس و پاره پاره این کشور ریشه دوانده و چون شمع در تاریکی های تاریکی افغانستان درخشید و می درخشد. با وجود اینکه جنبش طالبان در میانه های سال 1996 موفق به تصرف کابل شدند و دستاورد بزرگ را در تاریخ این جریان رقم زدند، اما دولت شهید ربانی به مقاومت ادامه داد و با حفظ ولایت بدخشان و بخش‌های استراتژیک ولایت تخار و دره به نام پنجشیر، تفکر به نام طالبان را هم در میدان نظامی و نیز در فضای خارجی با چالش و بن‌بست مواجه نمود. سرانجام پس از نزدیک به 6 سال مقاومت دولت شهید ربانی در همکاری با ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم موفق به شکست طالبان شد و کابل را دوباره به تصرف خیش درآورد. با فروپاشی جمهوریت، ماموریت فاز دوم مقاومت در تاریکی ترین و دشوارترین مقطع تاریخی افغانستان به رهبری احمد مسعود پسر شهید احمد جان مسعود آغاز شد و اولین گام های فاز دوم نیز با مذاکره و گفتگو برداشته شد و دور دوی مذاکره میان طالبان و هیئت جبهه مقاومت صورت گرفت که در نهایت با درخواست یک جانبه و همیشگی بدون پیش شرط تسلیمی پنجشیر که برای جبهه مقاومت پذیرفتنی نبود پایان یافت و طالبان حملات سنگین خیش را به منظور تصرف پنجشیر آغاز کردند و جبهه مقاومت در یک نبرد نابرابر و مقاومت و دفاع پرداخت. با وجود اینکه طالبان پس از چند روز موفق به تصرف پنجشیر شدند، اما آغاز بن‌بست فزاینده مشروعیت جهانی طالبان از اینجا کلید خورد. حالا که 2 سال از فروپاشی دولت جمهوریت و سلطه طالبان بر کابل می‌گذرد، جبهه مقاومت در آستانه 2 سالگی فاز دومش قرار دارد. این جریان با همه کمی و کاستی هایی که داشته و دارد در 3 حوزه سیاسی، نظامی و اجتماعی دارای دستاورد است. نخست در حوزه سیاسی، با وجود اینکه طالبان با تصرف افغانستان حاکمیت عام و تام دارند، اما دیپلماسی مقاومت باعث شده است تا روند به رسمیت شناسی این گروه با بن‌بست مواجه شود و با همه تلاش هایی که این گروه و لابی های قومی آن نموده است، جهان حاضر به تعامل مثبت با این گروه نیست. این یعنی بزرگترین دستاورد جبهه در حوزه سیاسی. دوم، حوزه نظامی. در 2 سال گذشته طالبان ادعا کردند که نامی صفر شده و مقاومت وجود ندارد. ادامه این تحلیل را در ویدیوی دیگر ما تماشا کنید. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.